اجازه بدین آقای یاسین اکبری رو جناب مهتدی صدا کنیم که در خدمتشون باشیم. آقای یاسین اکبری، ایشون دندونپزشک نابغه، من بهش میگم 8 جلسه فیلیس شد. بسیار سلام عرض شد. سلام سلام، خیلی خوش آمدید. زنده باشید. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تیم عزیز و دوست داشتنی جوایز پارسی که زحمت کشتن این بزرگداشت رو برای استاد عزیزمون برگزار کردن. ببینید، یک سری نکاتی هست که شاید کمتر کسی بدونه در مورد اینکه چقدر این استاد مهتدی واقعا یک فرشته به تمام معناست. یادم میاد استاد، میخوام یادتون بیارم، یادتون میاد رفتیم شمال خونه دکتر کوهمنایی؟ بله 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 بله. اونجا که رفتیم، من یه مقدار شب بود، عجله داشتم که زودتر برسیم، یه مقدار سریع رانندگی کردم. بعد استاد اولین جمله‌ای که به من گفت، گفت یاسین من کاری به خودم و خودت ندارم، ولی اگر اتفاقی بیفته 7-8 تا خانواده هستن که زندگیشون به من وابسته است، من دارم خرج اونا رو میدم. و واقعا 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 این هر چی من از فضیلت این استادم بگم، از بزرگمنشیشون بگم، من دروغ گفتم کلک دارم تون نری. عرض به خدمتتون که ببینید، من بزرگترین افتخار زندگیم این بوده تو این یک سال گذشته که با این استاد عزیزم آشنا شدم، به کرات شاهد بودم. حالا دوستان عزیزم اشارهایی کردم، حالا جدا از اون که استاد مطلقا اهل مادیات نیستن سر کلاس، من بارها دیدم برای افرادی که از نظر مالی مشکل داشتن، استاد شاید 7-8 تا شما انشاءال بودن، ویالون مجانی فرستاده، حتی هزینه ارسال و پستش و تیپاکسش و اینا رو همه رو گرفته، همه رو براشون مجانی به قول معروف ارسال کرده. یه نکته خیلی جالبی که هست، ببینید من به جرئت میتونم بگم از هر ده نفر که ویالون به صورت بداهه میزنن، ویالون ایرانی، 9.5 شاگرد استاد بودن. اون نصفی چرا؟ چون اون یه دونه هم 100% به کانال استاد سر زده، یه چیزایی یاد گرفته، بی برو برگرد. و ببینید، من مثلا شاهد بودم بارها افرادی بودن 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال حتی رفته بودن جاهای دیگه کلاس، نمیدونستن گام چیه، نمیدونستن نوت شاهد چیه، نوت ایست چیه، دستگاه چیه، یه ملودی میزدن نمیدونستن چی دارن میزنن و عمرشون تلف شده. در صورتی که مثلا خود پدر من اصلا به قول معروف هیچ ساز موسیقی رو ایشون نمینوازه، ولی با کلیپ دستگاه شناسی که استاد روی کانال گذاشته بود، 90% ایشون گوش کرده، 90% هر آهنگی که پخش میشه ایشون الان میتونه تشخیص بده که کدوم دستگاه موسیقی ایرانی داره پخش میشه. و این یکی از شاهکارهای استاده. استاد میگه کوچه پس کوچه. استاد شاگرد داره تو اقیانوس دریایی، بنده خدا 6 ماه کارش جوریه، تو کشتی کار میکنه، 6 ماه تو خشکی، 6 ماه تو دریاست. به وسیله کانال استاد ایشون ویالونیست شده. شما برید یه نفر تو دنیا پیدا کنید که بتونه همچین کاری انجام بده. یه نکته دیگه که میخواستم خدمتون عرض کنم، ببینید استاد مطلقا هیچ نوع اغمازی در تدریس نداره. همه تکنیک ها رو میگن، چجوری راه اثباتش. چند وقت پیش ما با استاد رفتیم سالن، کجا بود استاد اجرا داشتید شما با آقای تنها؟ فرنگسرای فردوس. بله، اسمشو فراموش کردم. ببینید استاد صدا زدن اونجا بره اجرا کنن، ویدیوهاش هم هست. ایشون یک اجرای اونجا کردن، شاید بگم مثل بمب اتم صدا کردن، شد به معنای واقعی سالن رفت تو هوا کلن، از بس که زیبا ایشون نواختن بیادن. و من دیدم اونجا که میگم اغماز ندارن، دیدم که تمام تکنیکایی که اوشون روی سن اجرا کرد، که شوشتری راسکوک هم زدن اونجا با کوکر الالاسول، تمام این تکنیک ها رو توی فیلماشون، توی کلاساشون، همه رو اینا رو بدون هیچ اغمازی همه رو آموزش داده بودن. یعنی به قول معروف هیچ فوت کوزگری به عنوان راست پیش خودشون ایشون نگه نداشتن. و این یکی از
واقعا نکات برجسته استادی که استاد از تمام موسیقی دانای دنیا به نظر من متمایز میکنه. همینجور که دوست عزیزمون آقای مهران شریفیان فرمودن، اصلا تایم کلاس در کلاس استاد مهتدی معنا نداره و ایشون تا یک هنرجو کامل مبحث رو یاد نگیره استاد بیخیالش نمیشه. یعنی اینو من بارها شاهد بودم، بارها شاهد بودم. یه نکته خیلی جالب دیگه، از 5 سال پیش که استاد وارد فضای مجازی شدن، کانال رو تشکیل دادن، ادمینای تلگرام و اینستاگرامشون فعالیت کردن، خانم باقری، خانم سارا، اگر شما برید ویدیوها رو نگاه کنید، ویدیوهایی که در یوتیوب هست، ویدیوهایی که در اینستاگرام پست شده قبل از زمانی که استاد وارد فضای مجازی بشن، میبینید اصلا هیچ صحبتی و هیچ معرفی از نوع کوک نیست که مثلا این نوازندگی که الان اونجا نواخته شده، این سازی که زده شده کوکش چیه، کدوم دستگاه، هیچ کس هیچ اشاره‌ای نکرده. ولی بعد از این که استاد اومدن همه این کوکا رو لو دادن، همه شروع کردن نوشتن، آره این دستگاه، این کوکش اینجوریه و فلان و اینا. ولی بنیانگذار این تو فضای مجازی هم استاد دیر وارد فضای مجازی شد و متحول کرد. یه خاطری من اگه تایم باشه، سرکار خانم فامیلیتونم من فراموش کردم، روز هستم، خواهش میکنم بفرمایید، هستم خدمتتون. میکروفونتون قطع شد، اگه دوباره محبت کنید. الان صدای منو دارید؟ بله بله بفرمایید. آره من یه خاطره در حد 30 ثانیه میخواستم تعریف کنم اگه وقتشو داشته باشم. بفرمایید، خواهش میکنم. ببینید یک بار من افتخارشو داشتم مجدد رسیدم خدمت استاد. انقدر حجم هنرجوها زیاد بود، انقدر به قول معروف ایشون درگیر بودن، درگیر تدریس بودن. چون ببینید یک استاد حرفه‌ای مثل استاد مهران خان مهتدی، ایشون شاید یکی اگه جایگاهیشون بود مطلقا شاگرد مبتدی بر فرض مثال قبول نمی کرد. ولی من 6 نفر 7 نفر از شاگردای ایشون سراغ دارم، دختر بچه های کوچولو، پسر بچه های کوچولو سن 6-7 سال تازه ویالون، یکیشون که من فکر میکنم 5 سالش، حتی ویالونش هم ویالون 1/4 فکر میکنم، که استاد باز با عشق، با شور، با علاقه به اینا آموزش میده و چقدر پیشرفت میکنن در اون سن و واقعا قابل تحسینه. خیلی این خاطره رو دوست دارم براتون بگم. یک بار من خدمت استاد بودم، خب خیلی استاد خسته شده بودن، شاگردا زیاد بود، بعد تلفنشون هم که ماشاءالله زنگ میخوره 24 ساعت. یعنی من به استاد گفتم استاد اگه شما این خط موبایلتون رو خاموش کنید، من فکر کنم مخابرات قشنگ ورشکست کنه. این موقعی که سر کلاس خسته بودم، من گفتم استاد یک ماهی تو رو خدا، یا نه یک هفته دو هفته به خودتون استراحت بدید، کلاس رو تعطیل کنید، یکم خونه بشین، سوار میشه برید مسافرت. من یه جمله استاد گفت، فهمیدم چقدر این مرد واقعا عاشق موسیقی و عاشق تدریسه، بدون هیچ چشم داشت. گفت که من اگر این کار کنم، این یک هفته این کلاس رو تعطیل کنم، حتی یک هفته بخوام با میل، علارغم میل باطنیم، میرم تو دار دسته اینایی که میخوان تدریس موسیقی و موسیقی ایرانی رو محروم کنن آموزشو، و من عمرن هم چیکار میکنم، تا زنده هم درس میدم. و من فهمیدم واقعا فرشته به معنای واقعی یعنی چی، و واقعا افتخار زندگی من اینه که با استاد عزیزم آشنا شدم. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. قربونت برم استاد، این کردا یا آرکشی کردن، ما شیرازی ها چیکار کنیم؟ من پس بذاریم اینو بگم اینجا جناب مهتدی و دوست عزیز جناب اکبری، درست میگم فامیلیتونو؟
بله جناب یاسین اکبری. من کرد که اجدادم کرد هستن، از ایل کلهور هستم، ترکای قشقایی به خاطر فستیوال قشقایی و دوستانمون الان در ترکمن صحرا و در آذربایجان و تبریز و اردبیل میگن روز تو اصلا ترکی، تو اصلا کرد نیستی، به خاطر همین اصلا اینطور نیست. ما تمام ایران سرای ماست و استان فارس. بعد اینو بگم جناب مهتدی، اگر تمامی برنامه های من رو تا الان ببینید، حداقل یه 60-70 درصدش در استان فارس اجرا شده. اینم خواستم خدمت شما بگم آقای اکبری. نه من منباب شوخی نه میدونم. من بازم ازتون تشکر میکنم بابت این بزرگداشتی که برای استاد ما شما به قول معروف تدارک دیدید. واقعا صمیمانه ازتون تشکر میکنم. خیلی ممنونم از صبوری و متانتتون و حضورتون. زنده بیشتر از این وقت کنو نمیگیرم. قربان دارم. مرسی. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما.